با سلام خدمت شما همراهان عزیز، امروز یه فمتولیزیک با هم ببینیم. اولین پله در عمل فمتولیزیک این است که چشم بیمار فیکس باشه، که این کار رو دستگاه فمتوسکن با ساکشن انجام میده. بعد از فیکس شدن مرکزیت تایید میشه و لیزر استارت میشه. این لیزر یک برش در عمق قرنیه برای ما ایجاد میکنه که ما به وسیله اون میتونیم یه لایه از قرنیه رو بلند کنیم و عمل رو زیر اون لایه انجام بدیم. بعد از اینکه این برش انجام شد، من با وسایل مخصوص این لایه رو جدا سازی میکنم. خیلی راحت جدا شد و این لایه رو بلند میکنم و به کناری میگذارم تا بستر قرنیه برای تابش لیزر آماده بشه. دستگاه مرکزیت چشم رو چک میکنه، یک عکس از قرنیه بیمار تهیه میکنه و در تمام طول تابش لیزر این عکس رو مکررن تعقیب میکنه. لیزر استارت میشه. همکاران من قبلا دیتا و شماره چشم بیمار رو وارد دستگاه کردن. بعد از اون که لیزر خاتمه پیدا کرد، من این لایه رو باید سر جای خودش برگردونم. این لایه با یه مانوری روی جای خودش قرار میگیره و بعد شستشو بین این لایه و بستر قرنیه انجام میشه و در نهایت این آبی که داخل استروما هست، داخل نسج هست، با ماساژ به وسیله اسپنج ها و اسفنج های مخصوص جراحی خارج میشه و در واقع قرنیه باید سر جای اصلی خودش قرار بگیره و هیچ جابجایی با بستر اصلی خودش نداشته باشه. همینطور که ملاحظه کردین، این بیمار برخلاف بیمار هفته پیش همکاری خیلی خوبی داشت و این هم در واقع خلاصه ترکینگ چشم بیمار هست. ممنون از توجه شما. خدا نگهدار.